ببخشید دم در خونه مزاحمتون شدم. مادرم میخواست خودش بیاد، نگران شده بود، میگفت پای تلفن کم ناراحت بودین، خدا نکره اتفاقی که نیفتاده. نه خیر، چیزی نیست. به ما که، یعنی به حرفای مادرم و خانجونتون که مربوط نمیشه. نه خیر، اصلا این چیزا نیست. فقط من الان نمیتونم چیزی بگم، ولی به شما ربطی نداره. یعنی منظورم اینه که میدونم. خب اگه کاری هست بگی، من انجام میدم. بالاخره من باشه، بعدم بهتون میگم. باشه، پس من زودتر برم به مادرم خبر بدم. با اجازه، خداحافظ. خداحافظ. بخور جون بگیر، اینقدر خرج رو دست ما نذاری. حالا که مهربونی کردن یاد گرفتی، زبونش هم یاد بگیر. با 8 کلاس سواد 10 تا زبون نمیتونم یاد بگیرم. ناصر چته؟ لاغل اگه زبونش یاد گرفته بودی الان کنار دستت بوده. واسه اونا نیست، یعنی اون هم هست، همش به خاطر توه. اگه به خاطر دو روز بیشتر ما رو گیر و بدکار دکتره نکرده بودی الان اینجوری نبود. نمیدونم مال اونه یا من. نمیدونم چته، بدهی چقدره، دردت چیه، ولی هرچی هست من دعا میکنم همونطوری که بزا بی خودی خرجش نکن. اگه حرفت مشتری داره، من یه چیزی میگم، تو همونو بخوا. چرا خودت میخوای؟ من فعلا وضعم خرابه، دهنم باشه همه جوره میدوزنش، اون بالا که با لودر خاک میکنن توش، وانش هم یه درده، فعلا که قفله. اما تو انگار وضعت بد نیست، نفرینت که جواب داد، مادری دیگه. دعا کن به جای این دهن قرص، خدا یه دل قرص رو محکم بده که من یه کار براشون بکنم. حواست باشه، فقط یه کارا، بیشتر نه. خودت خواسته دیگه، من چی بگم؟ همین، بالایی پایینی چی نداره؟ نه، همش همینه. پس الهی آمین. آمین دیگه. الهی شکرت. هل نشو، بذار جوابش بیاد بعد. من که گرفتم. آره، تو سیمات وصله. تا صبح هرچی بیمارستان این برا مربوط گشتم، اونجایی هم که گفتیم پرسیدم. میدونم نبوده خوشبختانه. این بچه هر جا هست بعیده بتونه با پای خودش برگرده. منظورتون چیه جناب سرور؟ من فکر نمی کنم دخترتون شب تا صبح واسه خودش بیرون بود و هنوزم قهر تو خیابون داره میچرخه. الان دیگه یه جاییه یا پیش کساییه که نمیتونه برگرده. فکر میکنی ممکنه لیلا رو برده باشن که مثلا چیزی از ما بگیرن؟ میتونه اینم باشه، انشالله که همین باشه.
البته یه فکره، یه احتمال. ما که چیزی نداریم، من که دیگه خدایش همه میدونن چی ندارم. داداشم که یه خط درمونی مجانی عمل میکنه، بالا سر درمونگاه هم یه تابلو به چه بزرگی خورده خیریه، اگه چیزی روش نذاریم در نمیاد توش. خودش داره، خیلی هم داره. دخترتون پول داره؟ پدر بزرگش، یعنی همش مال لیلاست. قرار بود دیروز ببریم کارشو بکنه، منتقل بشه. یعنی ممکنه. گفتم یه فکره، البته الان با حرفاتون یکم بیشتر شد. پول زیاد و قرار دیروز و وضع جسمیش، اینو شما نگفتید، خودم متوجه شدم. الان یکم بیشتر از یه فکره، شایدم بیشتر بشه اگه این بچه و دوروبریاشو بیشتر بشناسیم. برای احتیاط به خاطر همین فکر شماره تلفن‌های خودتون و پدر بزرگشون رو بدید، بدین بچه ها گوش کنن تا اگه کسی تلفن زده چیزی خواست بی جواب نمونه. از کجا داری زنگ میزنی؟ عمومی. گفتم که اینجا آنتن نمیده. چیکار کردی؟ دارم میرم پیشش. یکی دوتا گونی هم با خودت ببر. با وانت دارم میرم. آفرین. حسابی بار کن. چقدر کار داری؟ خیلی کار ندارم، زود کارم تموم میشه. یه گاف صندوق بار از ارز و پوله. قربون ارزش. ببین فقط خیلی کشش نده، مهمونم بی سحری گرفته، حال حوصله سرم و درمونگاه و اینجور چیزا رو ندارم. خیالت راحت، نمیذارم به افطار بکشه. فقط بهم بگو ببینم وانتو کجا باید بیارم. الو. تو بار کن، خودم میدونم کجا خالیش کنم. خبری ازش نیست. مادرش در چه حاله؟ چی دارم میپرسم؟ خب معلومه دیگه. صبح به زور از امامزاده آوردنش خونه. اون برای اینکه مادر لیلا باشه خیلی بیشتر از یه مادر بود براش. خیلی بیشتر. الان اومده اینجا چی کار؟ اومدم بهتون خبر بدم تا برای جشن یه فکری بکنی. من که با این حالم. جش فکر نمیخواد، شما رو میخواد که انشالله به وقتش همه تون هستی. به کسی که نگفتی؟ نه، بهش نگفتم. خیلی خوب، برین اونجا، بیشتر بهتون احتیاج دارن. جشنم بذاری وقتی که باید جشن بگیری. بله، ما شما رو زیاد دیدیم، ولی شاید ایشون نخواست شما رو ببینه. شرمندم، ما خودونو میخوام بریم در خونهشون، باید هماهنگ کنیم. الو. الو، آقا مهندس،
یه خانمی از آشناهاتون اومدن اینجا. بگو بعدن، یه وقت دیگه. عرض نکردم، فرموندن نه. برید یه وقت دیگه. من اخلاق همشون دستمه، مخصوصا ایشون که. حالا شما شماره رو بگیر، من خودم باشون حرف میزنم. شرمندم خانم، برای ما مسئولیت داره. ایشون حرفشون عوض نمیشه که، فقط من عوض میکنم. شما درست میگی، خیلی هم مسلطی به کارت. الو. الو دایی جان، من این همه راه اومدم حالتونو بپرسم. پرسیدی، خوب نیستم. حالا برو. حالا لیلا رو نمیخوایم بپرسی؟ نمیخوایم ببینینش؟ لیلا؟ با شما کار دارم. الو آقا، ما بهشون چشم برو تو خانم. حرفش پیش رفت بالاخره. ما نفهمیدیم چی بهش گفت که نه نگفت. ایشالله که خیره. گفت این فقط یه احتماله. نه همینه، میدونم منصور. فقط کی ممکنه؟ مریم، این یه فکره، فقط یه احتماله. شنیدی چی گفتم؟ آره میدونم منصور، فقط میخوام یکم امیدوار باشم، همین. خب منم میخوام امیدوار باشم، فقط همین. کیه؟ نمیدونم. الو. سلام جناب سروان. فرمودید خدمت خانواده که این فقط یه فکره؟ بله گفتم بهشون. اگه پدر بزرگشو بتونیم دوباره ببینیم و یکم باش حرف بزنیم، ممکنه چند نفری دور و برش پیدا بشه و بتونیم روشون کار کنیم. میدونید که آدم های پولدار دوست و دشمن زیاد دارن. گاهی وقتا هم تو هم میرن و نمیشه از هم تشخیصشون داد. بله فقط ایشون حتما متوجه شدین، حالشون زیاد مساعد نیست. خب اشکالی نداره، ما میریم خدمتشون، هم یه حالی ازشون میپرسیم، هم یه کم یادشون میدیم که اگر کسی تلفن زد و چیزی خواست چی بهشون بگه. من خدمت میرسم چشم. فقط یکم خرج داره براتون. چی؟ افطاری، اونم به مأمور انتظامی. خودتون تنهایی یا؟ بله، همه کلانتری انشالله بمونه یه وقت خوش. فقط یادتون نره که این فقط یه. بله منتظرم، خدا نگهدار. انشالله که فقط یه فکر نباشه. پیش منه، گفتم خبر بدم یه وقت نگران نشی. پیش توه؟ برای چی؟ وا دایی جان، شما این همه به من محبت کردین، یه دهنه مغازه به اسمم کردین، میدونین چقدر میارزه؟ آه راستی، یه ماشینم برام خریدین. گفتم برای جبران محبتاتونم که شده، یه چند روز پیش من بهش خوش بگذاره. همین. بیجا کردی، این کارو کردی، پاشو اونو بیارش. عجله نکنین دایی جان، ما با هم کار داریم، تموم که شد میارمش. با من کار داری؟ بله، فقط چون میدونم مریض احوالین خیلی وقتتون نمیگیرم، زود کارم تموم میشه. میری بیاریش،
بیا همین الان بگم همشون بیان اینجا. میخوای چیکار کنیم دایی جان؟ اگه به کسی چیزی بگی هیچ وقت دستت بهش نمیرسم. شنیدی؟ اگه بخوای ادا در بیاری، تلفن رو برداری، خال زنکی کنی و به این و اون زنگ بزنی، هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت نوبت رو نمیبینی. چی میخوای؟ همیشه میدونستم یه دردی داری ولی نمیدونستم چی هست. وکیلم گفت فکر میکنه تو بیشتر میخوای. آره؟ چی میخوای؟ تمام پاساجم یا بیشتر؟ شرمندم میکنی دایی؟ اونا که حقمه، یعنی از اولم حقم بود. من یه چیز دیگه میخوام. هرچی بخوای بهت میدم، هرچی میخوای بگو. فکر نکنم بتونی بهم بدی. میشناسیش که اینو پرویز خان، من این آدمو میخوام. میتونی اینو به من بدی؟ میتونی دوباره مرتضی رو به من بدی؟ فریبا دخترم، جلو نیا، فقط جواب منو بده. میتونی مرتضی رو برای من بیاری؟ میتونی برش گردونی و برامون عروسی بگیری؟ میتونی؟ مگه نمیگفتی دلت میخواد من عروست بشم؟ من میخواستم، من همیشه میخواستم که تو عروسم بشی. میخواستی؟ راست میگی، میخواستی. ولی به خاطر 4000 تومن پولی که گذاشت تو جیبشو، قانیچه ای که ازت برد و دود کرد، رفتی دختری خانواده آبرودار رو براش گرفتی، منو مرتضی رو با آتیشی آدم بدبخت سوزوندی. پرویز خان، میدونی برای چی نوتو بردم؟ برای که دلم میخواد گریه کنی. دلم میخواد گریه کردن تو، التماس تو، زش کشیدن تو ببینم. بنزه همون گریه هایی که من توی سالا کردم، میخوام گریه کنی و زجر بکشی پرویز خان. میخوام ببینم که داری زجر میکشی. اگه راحتت میکنه، اگه یه ذره حتی آرومت میکنه، بهت میگم که من دارم درد میکشم به خاطر خیلی چیزا. تو هم بهش اضافه کردی. هم با دردت، هم با کارات. ولی اشتباه میکنی دختر، اشتباه میکنی. پدرت حتی اگر بیشتر از اونم میبرد، باز حساب تو برای من جدا بود. من دلم میخواست که تو عروسم بشی. چیزی رو که حتی برای دختر حاج استت نخواستم، برای تو میخواستم. باور کن. اصلا برام مهم نیست که پدرش چی کار کرده. حساب اون جداست، حتی با مادرش هم فرق میکنه.
دختر خوبیه، تو هم که اونو میخوای. من فریبا رو دوست دارم خیلی پدر. خبر جدیدی نیست ولی خیالم راحت کردی. مبارک باشه، جواب مادرت هم بخوری. پدر یکم آرومتر، من هنو حرفم تموم نشده. من فریبا رو دوست دارم ولی فریبا واسه من مثل یه خواهر میمونه، مثل یه خواهر برام عزیزه. خب باید اینو بهش بگی. میدونه پدر، منم مثل برادرش میدونه. مطمئنم اگه بشنوه خیلی خوشحال میشه که چی؟ یکیو دیدم تو بازار، یه مشتری؟ اون که نه، مشتری ما نبود ولی من مشتری شدم. کیه که اینجوری زبونت رو باز کرده؟ دختر عاجزت. عاجزت خودمون؟ بله، اومده بود خرید، دیدمش. فکر کنم اونم یکم منو دید. مطمئنم فریبا بشنوه خیلی خوشحال میشه. ما رو که خوشحال کردی، ولی فکر نمیکنم اونم همین حالو پیدا کنه. باید بهش بگیم. اون تو رو خیلی دوست داشت. دروغ میگی؟ میدونم داری دروغ میگی. میخوای منو اذیت کنی پرویز خان؟ تو داری دروغ میگی. نه دختر، مرتضی تو رو مثل یه خواهر دوست داشت. اینو مادرت هم میدونه. مادرم آره، اون میدونه، من خودم بهش گفتم. چون میدونستم، چون نگاه های تو رو دیده بودم، میخواستم بدونی. برای همین گفتم باهات حرف بزنم. بعضی چیزا رو مادرها بهتر میتونن بگن. میخوام که یه جوری بهش بگی که مرتضی یکی دیگر رو میخواد. آره، چون واقعا یکی دیگر رو میخواد. نمیتونم، نمیتونم پرویز. میدونم سخته، من خودم دیدم چطوری مرتضی رو نگاه میکنه، ولی خب برای مرتضی فرق میکنه. دوستش داره، عزیزه براش، ولی مثل خواهرش. بالاخره باید بفهمه. تو تنها کسی هستی که میتونی حالیش کنی. نمیتونم. اگه میدونستی، اگه اون حتی لباس عروسیش هم دیده، بچه‌م دیوونه میشه، میمیره. هر چیزی رو میتونم بهش بگم غیر از این که بگم مرتضی نمیخوادش. ولی باید بگی، میفهمی؟ باید بگی. دروغ میگی ها؟ داری دروغ میگی، داری منو بازی میدی. تو داری بازم منو بازی میدی. دروغ میگی، هیچی دیگه نگو. خب هیچی نگو. الو الو ماما، پاشو بیا اینجا. کجا؟ خونه داداشه. من پامو اونجا نمیذارم. ببین مامان، اگه نیایی میدونی کجا باید بیای دنبالم. گوشی بده بدهید. میای دیگه؟ بیا بیا بیا. الو مهری، چی کار داره؟ بیا همه حرفایی رو که بهش نگفتی بگو. نمیتونم، نمیتونم پرویز. اون میمیره. اگر نیای نوه منم با خودش میبره. شنیدی؟ معلوم نمیکنه که چی کار است. مثلا همین
همین آقای وکیل. اسم کسی رو تو این خونه نیارین. اگه به آدمی هم شک دارین پاشین برین کلونتری در گوشی بگین، اونا خودشون میرن پرسجو میکنن. من اسم کسی رو نمیارم، ولی اگه برای پول برده باشنش خیلی دور نیست. اصلا جای دور نیست، فقط کافی است تو همین خونه رو بگردین تا خونه پدر بزرگش. تو این خونه رو برای چی؟ منظورم پول نیست خان جون، من میگم لیلا رو شاید به خاطر خودش بردن. شما بهتر نظرتون رو واسه خودتون نگه دارین، در گوشی هم به کسی نگین. ناصره این دیگه تو این وضعیت چی میخواد؟ الو گوشی ناصر، گوشی. این مگه باز چیزی میخواد؟ چی بگم خان جون؟ راستش بهتره چیزی نگی. هرچی که باشه پیش این مصیبت عروسی. چیه ناصر، خورده حسابی چیزی مونده؟ با تو تصفیه‌ام، فقط سر اول ننمون یه حسابی با دکتر دارم. خب با خودش صاف کن. البته الان نه، یه وقت زنگ بزن که حالا سلیت حرف زدن داشته باشه. طوری شده؟ کاری نداری؟ چرا محسن، گوشی رو نگه دار. ببین فقط الان هیچی نپرس، یه تو که پاپاش بیا دفتر. ببین من الان حالا سلیت خوبی ندارم، هوای دفترم برام ضرر داره. یه چیزیه که باید به داداشت برسونم. بدهکاری چیزی بهش داری؟ شماره حساب بدم بریز به کارتش. مایه نیست، حرفه. حرف کمی هم نیست. پای یه چیزای دیگه ای وسط. چیه مربوط میشه به؟ دو دقیقه پاشو بیا دفتر قبل اینکه خفشی تمومه. ولی جون اون خان جونت پاشو بیا، پامون گیره کار دکتره. همین الان هم دو دقیقه تموم شده. باشه بابا میام. بچه رو بیار اینجا، خواهش میکنم. جاش امن و راحته. اگر مادرت نیاد چه کار میکنی؟ مادرم 10 ساله به خاطر کاری که با من کردی جواب سلامتو نمیده. اگه الانم داره میاد اینجا فقط به خاطر نوه توه. بله از نگهبانی هم. بله خواهرشونن، بگیم بیاد بالا. خواهرشون کدومه خانم؟ دو تا آقا هستن. بذار بپرسم، آقای شما رو میدونم، فقط اسمتون بگین. منصور، منصور صادقی. یکیشون صادقیه، منصورشون. اون یکی هم امیری، سروان امیری. اون یکی هم امیریه، سروان امیری. خیلی خوب، بگیم بیام بالا. به حرف شما که خودتونم راه نمیدم، گوشی بده به خودشون. الو، هر کسی هست بفرست بیاد بالا. حتما برای تحقیق اومدم. تو نترس، چیزی بهشون نمیگم. اونی که باید بترسه من نیستم، از مردم که چیزی بهشون نمیرسه. ببین خواهرت بهت نگفته چند دفعه؟ خودت چی کار کردی دختر؟ تو مادرت نیومده همینجا میمونی. به خاطر نوت هم که شده نذار. هنی
چی کار داشت؟ جا نماز میخواد. دیشب تو حالا چجوری خونده؟ الانم همونجوری بخونه دیگه. میگه کثیفه اینجا. میخوای بری یه زنگ بزنی ببینی بارت کجاست؟ این بارم یه گوشه خالی کنیم بره؟ کار داره. فعلا تو عالم فامیلیه. داره حساب کتابای شخصیشو صاف میکنه. به آشتی و قربونت برم کشی چی؟ فامیل ما که نی. برو این مقوای چیزی پیدا کن نفرین خانم تمیز باشه. ما هم بریم ببینیم این فامیل کی از هم دیگه دل میکنن. برو تو قبل اینکه مال حروم شه پولش کن. از دیشب هیچی نخورده. دو روز دیگه نورندش باید نماز جماعت بخونیم اینجا. مهمون دارید؟ ما هم همینطوری بی دعوت. مهمون نیستم. صاحب خونه. خواهرزاده من هستم. آمده کنار دایی باشه که اگه رفتم. خدا نکنه دایی جان. بله خدا نکنه. هنوز خبری نشده؟ فعلا خدا رو شکر نه. خبر بد نداریم. اومدیم دنبال خبر خوش. هم حالتون رو بپرسیم. همین که کارمون رو بکنیم. حالمو که آقای دکتر بهتر میدونن. اما کارتون رو بگید. شما دور و برتون با کسی مشکلی ندارید؟ همه دارن. شما نداری؟ ما خب داریم. ولی بیشترشون دور و برمون نیستن. دست جمعی یه جای دیگه. دم دست شما مثلا از نزدیکا چی؟ کسی هست که مثلا جانن مالن نظری داشته باشه. منظورم نظر بده. خیلی. اما از اولی که چیزی نمونده بخوان بگیرن. مال و اموالم صاحبش معلومه. نگفتن بهتون؟ بله میدونم. نترسید خانم، منظورم از نزدیکا کنار داییتون نبود. پس میشه نزدیکترم بشم؟ الان دیگه نزدیکترینشون شمایید. برای چی اومده بودیم اینجا دکتر؟ برای چی؟ آه بله، برای اینکه حالشون رو بپرسیم و احیانا اگه کسی تلفن زد بدونن چی باید بگن. آها، حالشون رو که پرسیدیم فرمودن شما میگید. تلفن‌ها هم خودشون بلدن جواب بدن. بریم دکتر. کارتون تموم شد؟ کاری نداشتیم تموم شه. با اجازتون دایی جان شما بشین. پس شما مگه خبری شد؟ حتما. شما اولین نفری. مراقب داییتون باشید. همه یه دایی رو دارم. زنده باشه. هر چی هست بین خودمون بمونه. حالا چی هست؟ حرف زدیم و میخوای یه قسم هم بذاریم روش که تکون نخوره. قسم بخور.
این حرفا رو از کجا یاد گرفتی قسم و مردونگی؟ این حرف اصلا بهت نمیاد. روزم بابا بگو قبوله. قسم بخور، قسم بخور. حرف زدیم. ببین. قضیه راجب دعا شده. یعنی بچهش. واسهش برنامه دارن. نامرد کجا بردینش؟ ول کن بابا، تو قول دادی خونواده که تا حالا چهار تا پیرنه ما رو پاره کردین. ول کن یقه رو، قسم خوردی تو. از بردنش کار کیه؟ کار کیه؟ من نیستم، کشیدم کنار. یعنی از همون اولش کشیدم کنار. ولی کار حمید و اون فامیلتونه. فامیلمون؟ فامیلمون دیگه کیه؟ چه میدونم، همون زنه فریبا. بس کارونه سب کن محسن، مردمه حرف زدیم، بذار خودمون جمعش میکنیم. من جون اون تو رفتن رو ندارم، گفتن نداره. من یه ننه دارم که همش خرجه، این ورش رو درست میکنم اون ورش خرابه. دوتا نونخورم دارم که اگه بهشون نرسه خواهم دیگر میخورم. بابا من نمیخوام برم اون تو، بذار خودمون جمعش کنیم. یه حمیده فقط، ما به کنار، خود تنهایی حریفشی. یه سر میزنیم نتونستیم، یه زنگ میزنیم بیان. سه شماره مایشه. تو میدونی کجاست؟ تو حرفا اون موقع که ما بودیم یه چیزایی نظرمون بود. یه سرم میریم پیش نادر قصاب که خاطرمون جمع شه. دست خالی نباشی. چیزی میخوای برداری؟ خودش و وسیله‌هاشو با هم برمیداریم میبریم. اینجوری بدهی جفتمونو به دکتر صاف میشه. قرار شد حالش از شما بپرسم. بیماریش چیه؟ ریه است، خیلی هم پیش رفته. خیلی بده. تشریف میبرید جناب سروان؟ بله. برگه خروج لازمه؟ نه خواهش میکنم، به سلامت. شما نم نم برو، من الان میام. ما در خدمتیم جناب سروان. کلانتری تشریف میبرین یا جای دیگه ای میرین؟ به این زودی یادت رفت دکتر؟ حواسمون باشه زیر دستت افتادیم قیچی چاقو جا نذاری. خدا نکنه. چی یادم رفت؟ افطاریمون. آه بله، مادرم آشای افطاریش خیلی معروفه. کاش روز خوبمون بود تا در خدمتون باشیم، ولی الان میدونم روزای خوب معمولا کسی با ما کاری نداره. با این حال پخت و پس که هیچی، یه لقمه هم اگه گلوتون پایین بره خیلیه. همینجا سر پای روزه رو وا میکنیم.
اینجا؟ آره نزدیک پدر بزرگ باشیم راحت تر از گلومون میره پایین. شماره این خانومه رو داری؟ فریبا؟ اسمش که فعلا به دردمون نمیخوره، شماره شو بدید اعلام کنیم، بلکه از تو حرفا چیزای خوب در بیاد. یعنی ممکنه که این فقط یه فکر دکتر. بله متوجه. شما دکتری، به نظرت اون همه سیگار زیاد نیست؟ سیگار؟ بله اونم تو 2 ساعت جلوی یه دونه دایی عزیزش با ریه اونجوریش زیاد نیست؟ این که دیگه فکر نیست، حتما دیدیم. بله رو لبه تراس. ساعتش رو از کجا فهمیدی؟ حد زدی یا اینکه؟ نه اونو چه خبر سرکار؟ مادرش الان اومد. مادر هم خانومه؟ بله جان سلام، فرستادم بالا با اجازت برم تا کسی تو نرفته. بفرماینم شمارش. اون 2 ساعت از همکارم پرسیدم دیگه. الو سلام مریم، چطوری؟ ما الان با جناب سروانی. نه فعلا که نه، الان جلو در خونه پرویز خانی تو ماشین. آره جناب سروان یه حدسایی زده، یه فکرایی داره. آره فقط در حد فکره. باشه میگم، مطمئن باش میگم، هر خبری باشه بهت میگم. خدا بس. مقداد، مقداد یک. مقداد بگوشم. مقداد یه شما تلفن همراه که باید هرچی سریعتر شنود بشه. بله اعلام بفرمایید. هر جا هست برو بیارش، بچه رو اذیت نکن. اون بچه جاش امنه، اون بچه جاش امنه، من کاری با اون ندارم. من با شما دوتا کار دارم. بهت میگم برو اون بچه رو بیار، دیگه تموم شده فریبا، گذشته، مرتضی رفته، 8 ساله که رفته، دیگه تموم شده، تموم. هیچی تموم نشده بابا، هیچی تموم نشده، هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه، برای که به من ظلم شده، به مرتضی ظلم شده، خیلی هم ظلم شده، نمیذارم راحت بری، میخوام اذیتت کنم، نمیذارم راحت از این دنیا بری پرویز خان. راحت نمیرم، هر لحظه دارم عذاب میکشم، درد تو عذابمو بیشتر کرد، چون من همیشه میخواستم تو عروسم بشی. بهش بگو برای همین اومدی، یه نگاهی بهش بکن، این همون فریباست که صدای خندش توی خونه میپیچید. بهش بگو نظرونم تو گور مرتضی ببوسه، بگو بهش. دایید میخواست، همیشه میخواست، میخواست که تو عروسشی. آره میخواست، اما بعدشون بعد نداره. دایید همیشه میخواست، فکر نوشو نکنم ماما، فکر نوشو نکن، هرچی هست تو بگو، بگو تو یادش بیاد. دایید هیچی نگو، خودش اومد. پدر بی خودی اصرار کرد بیام بگم. چی رو همه؟
آخه اصلا روم نمیشه. پدر بچه خودش یه فکرایی میکنه راجع به فریبا. چی میگه بابات؟ نمیدونم. ببخشید اما تقصیر پدره. اون فکر میکنه فریبا آخه شرمنده هم نه. خجالت نداره مادر. بابات هر چی فکر میکنه بگو. دخترم مته. خیلی بیشتره. خیلی. فریبا واسه من مثل یه خواهر میمونه. پدر پیش خودش یه فکرایی میکنه. واسه همین گفت حالا که میخوای یعنی قرار بریم خواستگاری بهش بگیم یه وقت ناراحت نشه. من که میدونم خوشحال میشه. اما باید بیایم ببینیدش. خیلی دختر خوبیه. فریبا حتما باید بیاد. من که خواهر ندارم. میدونید که باید بیاد. چی میگن؟ بیاد خواهرش بر بازی در میاد. هر روزمان